اللهم صل الله و علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت آقا حسین ابن علی علیه السلام و یارانشون رو هوا گرم زیر آفتاب نشستین من خیلی سریع بحثم رو شروع میکنم و جمع میکنم ابا عبدالله در روز آشورا رجزه هایی داشت که نزدیک 25 سی بیتی هم در واقع نقل شده مشهورترینش اینه که الموت اولا من رکوب الاری و الغار اولا من دخول النار هم یه بیتو میخوام راجوش حرف بزنم و این شبهایی که اینجا مصدهتون بودم به این اشاره کردم من تا گفتم این رو بگذارم ظهر آشورا خود بحثش باز کنم که الموت مرگ شهادت کشته شدن خیلی بهتر از آر و ننگه و ننگ بهتر از آتیش جهنمه خود راجب صحبت کن در جنگ سفین سپاه معاویه آب رو به امیر المومین بست رفتن بالا سر رودخونه رو گرفتن آب بستن آبو منحرف کرد حضرت امیر سربازانشون رو جمع کردن و یک فرمانی دادن برای پس گرفتن اونجا خطبه دارن یک بخشش براتون میخونم خود به عجیب غریبی یعنی واقعا یه آدمی که وقتی توی جریان نظامی قرار میگیری چطور باید صحبت کنه رو میبینید اینجا میفرماد قدستت رمو کمول قتال فرمود سفره تعام جنگ پرنی کردن استتعام یعنی طلب تعام سفره مرگ انداختن سفره جنگ انداختن و بسم الله این جمعیت پیش قدم شدند و مانند گرسنه ای که غذا بخواهد خواهان نبرد شمایند اگه عربیاش نمیخونم وقت نیست دو راه بیشتر ندارید یا با این ذلت و پستی باقی میمانید یا این شمشیرها رو از خون این نابکاران سیراب میکنید تا بتوانید از آب سیراب شوید در جریان بعد ادامش خشنگتره میفرماد فئن الحیات فی موتکم قاهرین و موت فی حیاتکم مقهورین زندگی در اینه که بمیرید زندگی، ز... حیات یعنی این بمیرید اما پیروز اما قالب و قاهر و سر پیش ظالم خم نکرده و مردن اینه که زنده باشید اما مقهور و مغلوب و تو سری خور مقهور شده اصلا درس شیعه اینه فرق شیعه با بقیه تو همینه یادتون همین شبهاد یکیشون از بزرگانشون چی میگفت دیگه میگفت زندگی به چه از دینی ویل کن دینت دمی دون دینی خونم برای مهمتر از دینم باید باشه از کسایی که از قاسبان حق امیر المومن. اون یه نگاه سبک زندگی هم یک نگاه فرمانده این عملیات رو در صفین امام حسین براه گرفت شکستن حسر آب رو و رفتن بالا سر آب رو گرفتن امر راست به معاویه گفت بدبخ شدیم چون الان علی آبو ببنده دیگه سربازه ما فرام میکنم مثل نیستن وایستن گفت نه علی نمیبنده آبو من این خانواده رو خیلی بهتر از تو و امیران آب آبا نبست کسی پایانش یه دیگه حتی اعتراض کردن که آبا چرا این کار میکنی؟ حضرت فهم که ما با اونو فرق داریم دیگه آبو نمیبندیم بر دوشان یه حس در ما نباید بمیره اونم حس این که یه مومن زندگی عادی شده داره اما سر در مقابل ظلم خم نمیکنه یعنی به یک باره تبدیل میشه به یک موجودی که اصلا غیر قابل تصور جلو ظالم ها همین حسان ابن ثابتی وجود داره فردیه شاعر بود در مدینه زمانی که پیامبر بر جنگ خندق همه جا رو بستن با یهودیان وارد یه جریان مصالحه کردن که اینا از پشت خیانت نکنن حمله نکن یهودیان آمردی کردن زنها رو همه رو جمع کردن تو خونه ها اینو که حمله کردن این حسان هم برای اینکه نجنگه قایم شد رفته لای زنها قایم شده بود توی پستوی بعد فهمیدن صفیه امه پیامبر مادر زوبر پیداش کرد گفت بابا بیا برو اونجا سربازش اومده بیا برو بزنش گفت نه گریه میکرد گفت من, من میترسم برم خود صفیه رفت زد اونو کشت یه سنگی برداشت از پشت زد اونو انداخ کشتش یعنی همیشه بودن تو کربلاش هم بودن تو کربلاش هم بودن کسایی که یکیشون صبح آشورا فرار کرد یکی ظهر آشورا اینجوری موندن منطقه... این جملات رو ببینید از حضرت مگر نمی بینید که به حق عمل نمیشود و از باطل پرهیز نمی کنند مؤمن باید حق طلب و مایل به لقای پروردگارش باشد مگر را من جز شهادت نمی و زندگی را غیر از ننگ و خفت نمیدانم بعد میگه زهیر نخستین کسی بود که آمادگی خودش رو برای اجرای دستورات نشون. چی فرمود چی گفت قد سمعنا هداک الله يا رسول الله تو که هدایت شده خدایی تو که تو مسیر هدایتی ای پسر پیامبر که خداوند تو را قرین هدایت بدارد گفتارت را شنیدیم به خدا سوگند اگر ما می برای همیشه در این دنیا زندگی کنیم حالا که تاش میخوام 70 80 سال کنیم فرض کن اصلا ابدی بودیم هیچ وقت نمی مردیم میلیون ها سال میلیارد ها سال میتونستیم زندگی کنیم اون موقع مرگ هزینه داشت. آ یه نفر میخواد 80 سالگی بمیرم یاله تو 60 سالگی برم جونم هم بدم چه خیلی چیز از دست ندادم 20 سال زدم تو 20 سال میخواستم چیکار کنم تو پیری درسته میگه فکر کن میتونستیم میلیارد جاودانه بودیم میگه خالد می بودیم اگر اینجا خب باقیه امکانات دنیا لنا باقیه و کنافی ها مخلدین ما خالد در این بودیم تمام اختیاراتش هم دست ما بود بازم من مردن در راه تو انتخاب میکردم اینه یه موقع هستش میگه آقا دو روز از زندگیت مونده میگه آقا ما بریم یه جای استشادی هم انجام بدیم نه میگه اگر خالد در این عزت جز بالاترین رده های انسانیت تو این حرم ابراهام مازلو میگه از نون و آب و چه میدونم نیازهای دیگه شروع میشه اون بالا دیگه نیاز این اصلی تریناش این میشه دیگه نیاز به عزت داره و بدترین برخورد هم جالب بدونی در زمان پیامبر آیه ناسور توبه است دیگه و علی الصلاه الذین حد سه نفر بودن جنگ نرفتن قایم کردن خودشونو مرارت ابن ربی و هلال ابن امیه و کعب ابن مالک پیامبر دستور دادن به فرمان خدا که با اینا قهر کنید هیچ کس باشون حرف نمیزد زنشون تو خونه باشون حرف نمیزد حرام شد حرف زدن با اینا به گریه زاری افتاده بودن چون احساس ذلت میکردن که بعد در سوره توبه ان الله و تواب و رحیم اگر اینا توبه کردن میبخشمش یعنی بدتر از این که این نفر آدم حسابش نکنی قواعدشو رو بریزی به هم ته زورگوی تو چی میخواد جونمو بگیر بگیر تو فکر میکنی این الان ابزار مهمی دست تو برای کسی که جونشو کف دستش میگیره هیچ راهی برای کنترلش دیگه وجود نداره میخواد کنی تهش میخواد بکشیش دیگه میگه بیوسول فیا سویوف خوزین شمشی رو منو در بر گیرید بابا شما حالیتون نیست ما رو دارید با آرزومون میرسونید امیرالمومنین ما امام ما به شهادت میرسه بعد فست و رب به خدای کعبه رستگار شدم بعد کسی میتونه تو خیمه امام حسین باشه مسروقه ابن صبح عاشورا در رفت این یعنی تو شب عاشورا هم بود. تو خیمه هم بود چراغا رو خاموش کردن هم بود صبح عاشورا فرار کرد رفت زهاک عبدالله مشرقی قبل عبدالله فرار کرد رفت یعنی تا حضرت عباس هم بعد از حضرت عباس بود که آقا من یه اسبی قایم کردم تو خیمه بذار من فرار کنم برو فقط انقدر دور شو صدای حلم ناصر من نشنوید یعنی این حس رو نذارید در خود درتون در بمیره اگر میرین بچه جلو حرف زور وای میسته نگوین بچه سرتقه اونو جهت بده که به لجبازی کشیده نشه به لجبازی کشیده نشه اما ظلم ستیز باقی بمونه که تا الان انسانیت رو همین نگه داشته اینا چیکار میخوام کنم اینا آدم تو سری خور بدبخت بیچاره میخوان شما پلیس این کشورهای غربی رو نگاه کن چه جوری برخورد میکنن میخوان خورد کنن مثلا پیام ابو عبدالله اینه میخواد اینو بشکنه یه تاش جون آدمه بیا بسم الله ما چیکار مرحله دوم این فرمایششون که خیلی خیلی مهمه اینه که میفرماد اما این که گفتم مرگ از آر بهتره اما آر از جهنم بهتره ها این یه حسری گذاشت هست این یعنی چی؟ خیلی وقتا پیش میاد که ما بین همین تحقیر شدن و دینمون قرار میگیریم میگه دین تو بازم انتخاب کنیم مخصوصا تو این عصر که قرآن فرمود تو آخر زمان ولا الله از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای هیئت میری روزه میگیری نماز میخونی این کارو نمی کنی کار بدی این کار رو انجام نمیدی نه انجام نمیدم اگر قدرت نگفتن نداشتی تو سپاه امام حسین نیستی کسایی میتونن تو سپاه امام حسین وایستن که میتونن یه نه بزرگ و بلند به کل تاریخ و به کل اطرافیانشون بگن نه نمیخوام با شما باشم آقا همه دارن یاد میکنن بکنن همه یه غلطی میکنن من, این من بعد همون رو تکرار کنم نه آقا جا من این کار نمی نمیکنم من اینجا نمیام من اینو نمیخورم من این کار انجام نمیدم نه آقا سرزنش هم میکنن موجب آره برای من دینت بالاتر نیست این پیام اصلی اصلیه گفتم براتون یونس ابن عبدالرحمن و چند نفر از دور بر... خیلی من خدا رو تو توهین بش کردن خیلی در زمان امام رضا تا حد ببخش به ایشون حرام زاده هم, هم میگفتن بهش میگفتن یونس ابن ابی نمیگفتن یونس ابن عبدالرحمن این هست در طول تاریخ فکر نکن برای من و شما فقط پیش میاد از حق دفاع بکنی تا نسل و نسب و همه کس و کار تو زیر سوال میبرن دز بد میگن هر چی دستشون بد بد میگن اصلا نمیتوجه توجه از دست صداش کرد فرستاش توی اتاق بقیه اومدن 17 18 نفر پشت سرش تا تونستن زیراب زن گفت فقط صدای تو در نمیاد وقتی رفتن اومد ببین چش پف کرد انقدر کرده کرد گفت آقا اینا گفت ببین حرف بقیه رو ول کن ما از تو راضیم ببین امام زمان ازت راضی یا نه امام زمانم راضیه یا نه به خدا بدیهیات 99 درصد ما میتونیم تشخیص بدیم رضایت امام زمان کجا از کجا نیست من این حرفو بزنم زمان راضی و یا نه فکر کنم معلوم راضی است یا راضی نیست حلال حرام پیامه که مشخصه چیه نه من اگر یه خورده لباسم یه جور دیگه باشه پوشش هم یه جور دیگه باشه من زیر سوال میرم بری بری چه اتفاقی میفته مگه میگه بدون ما زیر ننگ و آر نمیریم اما آر تعریف داره اون جایی که مبنا دین خداست این کتاب خداست و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عن معروف اون چیزی که تو حسین بگی منکر اون چیزی که تو نهیش بکنی وقتش به میدان میرفت اون لباس ورش پاره پاره کرد تنش کرد از, از زینب پرسید چرا این کارو میکنی فهمم من دوست ندارم به رهنه باشم این یه پیام داره گفت من پیکر بیجانم همون هم دوست ندارم به رهنه باشم این یه پیامه یه خطه اگر آدم نتونه اشتباه خودشو بپذیره توان اینو نداشته باشه توان نگفتن نداشته باشه به هیچ جا نمیرسه تشیه زندگی حیوانی داره این دنیا تمام معاویه ثانی بعد از اینکه بعد باباش به خلافت رسید م... گیر کرد بین دوتا چیز یا خلافت و یا حق و شما نمیدونی وقتی اشیرت به خاطر تو زیر سوال میرفت یعنی چی بدترین ذلت و ننگ و آر بود وایستاد این آدم تو خطبه ها حرفشو زد خودشو برای ابدیت نجات داد گفت من ننگ بنی امیه رو نمیپذیرم مادرش از اون پشت چیز شروع کرد زنونه شروع کرد داد بیداد کردن گفت ای کاش سقط می شدی ای کاش سقط می شدی می مردی امروز اینجوری آبروی بنی امیه رو تو نمی بردی برگشت گفت حسین بر حق بود ما قاسبیم ما قاسب. من ننگ اون بابام رو گردن نمی گیرم ماویه از ماویه سانی از نطفه یزید لقمه یزید تربیت یزید چه حجتی ما داریم مادرش که بشه سقط میشه برگشت همونجا وسط خطبهش داد زد گفت آره مادر جان ای کاش من سقط میشدم بهم نمیگفتن معاویت ابن یزید کاش میمردم نمیگفتن این بچه یزیده یعنی بین یه ابدیت گیر کرد و یک دوران زود گذره زندگی ولو در ایش و نوش ولو در ایشونوش اون انتخاب کرد اینا درسن برای ما به قرآن قسم هر هر میگه یه پاو میذاشتم تو آتش با میذاشم تو بهشت حمله که کرد به سمت فرار که کرد به سمت سپاه امام حسین سپاهیان خودش فهم کنه هور حمله رو بدون هماهنگی زودتر شروع کرده یعنی هیچ خبر نداشت این دهنه و کشیده بود ایستاده بود تموم بود کار الان من و تو داشتیم صبح و شب برایش لعنت میفرستید نه اینکه یک شب از دهه ما متعلقه به او باشه و بشه الگویی برای هر کسی مثل ماها ماها الگو و امثال هر بیشتر که صد راه ظهور امام زمانمونیم و حالا باید برگردیم آخرین ودایی که حضرت انجام میده و میخواد بیان من اینن رو براتون میخونم فرمود استعد دول البلا به خانواده زن بچه رو جمع کرد فرمود برای بلا آماده بشید و علمو اما بدونید ان الله حامی کن و حافظ کن این پیام برای زن بچه ما مستنید این پیام برای ماست از دین خدا حفاظت بکنید بدونید خدا حافظتون حامیتون و سیونجی کن من شر العدا به زودی از شر اینا راحت میشید و یجعل عاقبت امرکم الی عاقبت به خیرم میشید و یعذب و عدوکم خدا دشمنتون عذاب عذاب به انواع العذاب به بدترین عذاب ها مت... متنوع و یعوضکم عن هذه البلیه به انواع نعم و اما شما به نعمت و کرامت میرسید از این عذاب که توشه فلا تشکو شکایت نکنید و لا تقولو به چیزی سر زبون نیارید ما یون قسمن قدرکم که شعن کارتون قدر کارتون بیاره پایینا حرفی نزنید یه وقت کفر نگید کفت که از این خانواده بعیده یه چیزی نگید اینجوری دوست دارم بگید ما رأیت الله جمیل هم. من اینجوری دوست دارم دست ببری زیر پیکر من بیارید بالا بگید تقبل من نهاز القربان خدای این قربانی رو از ما بپذیر من اینجوری دوست دارم همین ها دونه دونه اتفاق افتاد مهمترین پیام که برم برای همه ما در بدترین شرایط پای دینتون وایستید وایستید خیر خواهید دید خیر میخواهید دید این پیام ما حسین یا اینجا مشکی مسن تنت کرد اومدی اینجا ما قبول داری حضرت فرمود و تک تک این اتفاق افتاد قاسم ابن اسفقه ابن نباته میگه یه مردی رو من دیدم خیلی صورتش سیاه بدجوری بود یعنی طبیعی نبود نه که مثلا رنگ پوستش سیاه باشه میگه دقت کنید ببینید من میشناسمش می این قبلا سفید بود صورتش این شکلی نشده بود و از شاهدان کربلا بود قتل موسم بود او گفتم اسبقه بن نباته که معروف این پسر اونه اون قاسم بونه اسبقه نباته داره تعریف میکن میگه بهش گفتم به خاطر تغییر رنگ چهرت تو را به سختی شناختم آن مرد گفت مردی از یاران حسین را که بر پیشانیش اثر سجده بود کشتم و با خود آوردم جای دیگه آیت الله شجاعی میگه که من روایت دیگه من نیدم ایشون میگه من دیدم میگه من تطبیق دادم تو دو, تا روایت و این حضرت عباسه میگه مردی از یاران حسین رو کشتم میگه بعد اون زندگی یه جوری شده روز خوش ندیدم میگه پس از کشتن و او من آن مرد رو سوار بر اسب دیدم میادم یادم افتاد من کجا من اون اونجا دیدم یه سوار بر اسب دیدم که خوشحال بود و آن سر را بر سینه اسبش آویخته بود گفت توی تنابی انداخته بود سر را بسته بود به سینه اسبش آویزون کرد و آن سر به دست های اسب می خورد گفت که به تاخت میام و هی می به این دست, دست. اسب می به این دست اسب به پدرم گفتم ای کاش آن سر را کمی بالاتر می بست نمیدونید که دست اسب با آن سر چه می پدرم گفت فرزند عزیزم آن چه بر سرش آوردن سخت از این است گفت اون تو که کشتنش اینکه خیلی سختتر از این آن مرد خود برایم تعریف میکرد که از آن هنگام که او را کشتم شبی به خواب نمیروم جز آنکه که او به سراغم میآید شانه هایم را میگیرد و مرا میکشد و میگوید راه بیفت و مرا به دوزخ میکشاند و در آن میافکند تا صبح از خواب برمیخیزم گفت این اتفاقی که زن و بچه آسی کرد از شدت فریاده که من هر شب یه بار میمیرم میرم جهنم هر شب دوست دارم زودتر بمیرم میگه بلند شدیم می رفتیم در خونه زندگیش از زنش پرسیم که هر چی میگه راست میگه این اصلا داد و بیدادش نمیذاره ما شب خواب راحت داشته باشیم شما ماجرای معاویه ماجرای مختار دیدید اما چیز خبر ندارید معمولا کاری که صفاح با اینا کرد اولین خلیفه عباسی عباسی با شعار الرضا من آل محمد سر کار اومدن گفتم یکی از اهل بیت باید, باید بیاد منتها خودشو نامردی کردن بعد صفاح وقتی به قدرت رسید خب اینا دشمنشون بنی امیه بود علی بنی امیه جنگیده بودن فراری شدن این بنی امیه پیغام فرستاد که من حکمران ندارم من یه جماعتی رو فقط قیام کردن گرفتیم من مدیر میخوام با شما کاری ندارم بیا از شما تون استفاده میکنم برای برای اون حکومت کار میکنه حالا برای من کار کنید اینا هم گفتن که خب اینجوری جزو حکمرانانش میشیم شهرمون هم حفظ میشه همه رو جمع کرد همه رو جمع کرد و توی مراسم مفصل حالا من اینجا کوتاهشو میگم همه رو جمع کرد و یه شاعری هم کرده بود از اون دل سوخته های اهل بیت یه جایی رو اینجوری جدا کردن مردم هم دعوت کرد اینا رو جدا ویژه 400 نفرشون از سران بنی امیه رو جمع کرد از استاندارا و فرماندارا و اینا نشوندشون بعد گفت امروز روز سله است میخوام هدیه بدم گفت به کی سله بدم این بنی امیه گفتن از بنی هاشم شروع کن گفت باشه اعلام کنه دونه دونه بیا اینجا من گفت حمزه ابن عبدالمطلب حمزه حضرت حمزه که شهید شده توهود. گفتن اون شاعر یه شعر گفتش که مگه نمیدونی هند جگرخار چه کار کرد با او صفا شروع که کرد گره کردن بعد یه رمزم گذاشته بود اما من امامم ورداشم زمین اونجا یه برده های سیاه پوست قوی هم آماده کرده بودن اینا شمشیرها آماده بعد همینجوری اسپورت رسید به حسین ابن علی علیه السلام گفت نفر بعدی که میخواد بگه حسین بره شاعر شروع که شعر خونده این امام حسینی ها بود شعر عجیبی هم خونده گفت من این قتل آمش کردن تشنه یه امامه رو زد زمین امامه رو زد زمین راختن. چار ست نفر رو اونجا جوری کشتن تکه تکه کردن از همین سرانه بنیمان سرای اینا رو چید یه چی حالت تختور درست کرد یه مکعبی درست کرد با سرای اینا تختشو گذاشون رو نشست آخرش گفت خدا را سپاس که انتقام مرا در قوم تو باقی نگذاشت و از این پس باک ندارم که چه وقت مرگم فرا میرسد که در قبال حسین ابن علی حالا دیویس گفتم از گفتن 400 سد. سد اموی را دیویس اموی را به درک واصل کردم و در مقابل زید ابن علی زید شهید خوشام ابن عبدالملک را سوزاندم یعنی برعکسش اونها بودن نه دنیا بردن نه آخرت ببین چی شد این طرف حضرت فرمود با بزودی این عذاب تموم میشه دیگه بعد شام تموم شد دیگه و بعد تموم میشه شما میمونید و عزت دنیا بین بعد 1400 سال این راپه مای رو نگاه کنید عزت از این بالاتر همین صفاه تمام خلفای عموی رو از قبر بیرون کشید استخوناشون آتیش داد استخوناشون آتیش داد زنده هاشون هم که این کارو کرد این تصمیم منو توه یا به خدا اعتماد میکنیم یا به خدا اعتماد میکنیم و این مسیر رو مثل هور انتخاب میکنیم یا نه میترسیم مثل مثال هایی که زدم تو خیمه امام حسین میریم بیرون خیمه امام حسین الان همینجاست همین فرهنگه همین سبک زندگیه به خاطر حرف بقیه میریم بیرون به خاطر ترس از یه وقت پولمون کم نشه نمیدونم آبرومون چی نشه اونجا میری میری من شما در انتخاب اما ول کن اصلا امامت و همه این چیزا رو هم بذاریم کنار یه نگاه کن تو رو خدا ببین نتیجه رو دنیا علل ارز رو زمین چی شده یا آقای توی گودال بلند شده بود اینا میگفتن تشنگی براش غلبه کرده چیکار داره میکنه رو به سمت کوفه داد میزنم گفت هانی نمی کمک هانی چه کشته شده این چی. مسلم کجای نمیای کمک رو کرد به سمت علقمه حضرت عباس صدا زد آخره. گفت نمیای کمک اون پیام بر اون اتمام و حجت بود که آقا کارتون به یه جایی رسته من از مرده ها دارم طلب کمک میکنم زنده ها میخوان چیکار بردنش همدن یک جایی توی یک کنجی وسط یه بیابونی دست هیچ کس نمیرسید گفتن همینجا کار یه سره میکنیم خبرش همینجا دفن میشه آقایی که تنها تک و تنها بود هر کی رسید زد هر کی رسید زد گفت به قتل صبر جز قتلایی که نه شده شکار برمی داشتن گودالی درست میکردن یه شیریو و مثلا میخواستن بگیرن مینداختن تو اون گودال سنگ میزدن بهش انقدر سنگ میزدن که از حال بره بگیرنش اینطوری میگفت اینطور زدن ابو عبدالله اینجوری انداختن کی فکر میکرد یه روزی بزرگترین اجتماع بشر به بهانه اون آقای تنها مانده تو گودال باشه این این چیزی که روز زمین الان امروز تو گفتم ول کن اصلا این حرفا رو همه روایت ها که خوندم آیاتی که خوندم ول کن امروز بزرگترین اجتماع و بشر برای اون آغاز که تنها اون موقع تو گودال بود بعد 1400 سال مردم میرن داد میزنن عبد والله یا زهرامان انسا حسین یا فاطمه الله قسم ما تا ابد هیچ وقت ما حسین تو فراموش نمی کنیم نتیجه چی؟ نتیجه پا دین خدا بایست نه ترس از حرفای چهار تا آدم تو این و این و اون ور و چهار تا سلبریت در پیت دوزاری و نمیدونم هست اینو نمیفهمه خودشون چه کی دارن قرار میدن به خدا نمید. والله به خدا به این قرآن محمد قسم وایستید دونه که جلو ابو عبدالله وای میسن آخر آقابتشون تو همین دنیا ببینید ول کن آخر همین دنیا ببینید چی کار میشن اللهم عجل ولی الفرج و لافیت و نس و جعل نامن خیر عوانهی و انصاره و المستشهدین بین اده تعجیل امام زمان امروز فقط یه دعا اصلی ترین دعا و کس دعا به تعجیل الفرج امروز ظهور آقامون رو بخواه امروز بگیم این عشق واقعیه تو رو به این ما ناپاکیم اما این عشق پاک تو رو به این عشق امام زمانمون رو اللهم عجل ولي الفرج والعافية والناس وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه صلواتنا